خب با سلام و درود مجدد، خطا مثل روال همیشگی برنامه کیمیا باز هستم. میتونید تشریف بیارین بدون هیچ گونه مقدمه و صحبت شروع میکنیم. خطا رو با اجازتون میگیریم. برنامه کیمیا، بفرمایید، شما روی ایر هستین. سلام ای دکتر. سلام از بنده است، بفرمایید. من یه دارویی گیاهی جدیدن حدود 3 هفته شروع کردم خوردن، اسمش هست سن جانز وورت. چون حالت دیپریشن داشتم با دکترم صحبت کردم، سایکولوژیست گفت میخوای اینا رو شروع کنم، خواستم داروی شیمیایی بخورم. اوکی. خیلی هم خوب بود، تاثیر مثبت داشت روی روحیم. اوکی. پس که همین چند هفته گذشته مشکلی پیدا کردم، نمیدونم میتونه ساید افکت این باشه، آیا این دارو روی سیستم نرف بدن تاثیر منفی میگذاره؟ چه اثری گذاشته؟ چه حالتی دارین؟ یه مقدار از کمر به پایین قسمت کشاله ران، مثلا وقتی که میخوام دراز میکشم، حتی اگر در تماس با جایی نباشه، حالت برنینگ سنسیشن، حالت داغ شدگی، تمام وقت در حالت خوابیده بیشتر احساس میکنم. وقتی وای میستم یا راه میرم احساس نمیکنم. بعد که یه دکتر دیگه رفتم، گفت چون در بدون اینکه تاچ بشه این احساس رو داری، شاید روی نروته. گفت چه تغییری کرده این چند مدت، این مشکل رو پیدا کردی؟ تنها چیزی که پیدا کردم این دارو بود. به همین خاطر مطمئن نیستم آیا میتونه اثر این باشه. امکانش کمه، ولی امکان داره. یعنی به قول معروف میگن impossible نی، غیر ممکن نیست، ولی it's not probable، یعنی it's not likely، به احتمالش کمتره که از این باشه تا بیشتر از اون باشه. شما میتونم چند تا سال از خدمتون بکنم، شاید بتونیم ببینیم که دلیلش چیه. سنتون چقدره شما؟ من 48 سالم. اون وقت الان عادت ماهانه‌تون قطع شده یا هنوز دارین میگیرین؟ نه خیر، ادامه داره. هیچ گونه تغییری تو عادت ماهانه‌تون متوجه نشدین این چند وقت؟ البته ظرف چندین ماه گذشته مشکل داشتم که به دکتر زنانم هم مراجعه کردم، ولی چون نزدیک به اصطلاح قطعش، یعنی از نظر سنی، بله، چیز خاصی دکتر من نگفت. من احساس میکنم که ممکنه بیشتر به اون مربوط باشه تا به این دارو. شما میتونین دارو رو خب یه مدتی قطع کنین؟ خب اگه بخوام قطع کنم، مثل داروی شیمیایی نیست که مثلا یواش یواش کم کنم یا اثر من؟ نه. البته سن جانز وورت برای افسردگی اینا کمک میکنه، ولی تو دو سه تا از ساپلیمنت های ما هم گنجونده شده با یه سری چیزای دیگه قاطی، ولی باید ریشه‌یابی بشه ببینیم علت افسردگی شما چیه. شما چند وقته که این حالت افسردگی رو دارین؟ من سال هاست، یعنی 7-8 سال، من تا همیشه داروی ظرف چند مدت گذشته همیشه داروی شیمیایی خوردم، تا یه مدتی خوب شدم، بعد که برحال قطع کردم یا دوباره مسائل و مشکلات بله دوباره رو شده. در نتیجه من این بار نمیخواستم به داروی شیمیایی مراجعه کنم. متوجه هستم. شما یه کاری کنین، شما من حدسم بیشتر اینه که یه مقداریش این حالاتی که میگین احتمال داره از هورموناتون باشه، احتمال داره، یعنی به خاطر اینکه دارین به دوران یائسگی نزدیک میشین. آها ببخشید، الان که اینو گفتین، من دکتر زنانم همین اواخر به من پروژسترون داد که شروع کنم، اونم همزمان با همین، یعنی شاید مثلا یه هفته 10 روز شروع کردم. بله. پس ممکنه اثر اون باشه. احتمال داره که از اون باشه بیشتر تا اون سن جانز وورتی که دارین میگین. منتها خب شما کاری که میتونین بکنین، اولا که این کرم پروژسترون سورس گیاهیشو بهتون دادن یا شیمیایی، اونو بعد یه دقتی بکنین ببینین، چون به راحتی میتونین گیاهیشو استفاده کنین که هیچ گونه عارضه‌ای نداشته باشه. و بعد آیا شما هیچ گونه ناراحتی های گور گرفتگی اینا داشتین یا دارین یا اینجور چیزا رو شروع شده یا نه؟ نه شروع نشده. اوکی. نشده و این پروژسترون هم به خاطر همین مشکلات عادت‌نشینی که داشتم زد. وارتان جان خیلی معذرت میخوام، این صفحه تلویزیون خاموشه اون بالا، خیلی مم. بله شما ببینین، شما کاری که میتونین بکنین به نظر من یه مدتی این سن جانز وورت رو قطع کنین، ببینین که دای دکتر یه هفته مثلا کافیه برای جواب دادن؟ بله یک هفته کافیه. بعد ببینین حالات چجوری قطع میشه. من بیشتر شکم به هورمونای شماست. اوکی. بیشتر شکم. معمولا اگر این سن جانز بود عوارضی هم داشته باشه، معمولا یه مقداری ممکنه
اونم نه آرزه خیلی بد، ولی یه مقدار ممکنه کبدو بیشتر به فعالیت بندازه که کارش بیشتر بشه. ولی این علائمی که میگین بیشتر به عدم توازن هورمونا میخوره، ولی با این حال هیچ کدوم شما رول اوت نمی‌کنیم. شما یه مدتی سن جانز وورت رو قطع کنین، بعد یه مدتی ببینین چجوری میشه، بعد یه مدتی اون کرم پروژسترون شاید بهتون نمیسازه، شاید اون به شما یه عوارضی داره میده. قرص پروژسترون دادن. آها، قرصشو بهتون دادن، احتمال زیاد داره که از اون باشه. بعد اگر اون باشه پس من باید بدونم، یعنی اگر سن این داروی سنت جانز وورت رو قطع کردم و تأثیری نداشت، من پس باید به دکتر زنانم بگم که بله، به دکتر زنانتون بگین که این علامه داده. بعدم اگر دوست داشتین با ما تماس بگیرین، از راه طبیعی ما خیلی راحت میتونیم شما رو در این دوران مناپاز یه مقداری همراهی بکنیم که این دوران خیلی به آرومی و بهتر پیش بره براتون. ممنون میشم، مرسی. خواهش میکنم، مرسی از تماستون. خدا نگهدارتون. برنامه کیمیا، بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر. سلام از بنده است، بفهمید. آقای دکتر، من یه خانم 64 ساله هستم، مسن هستم، روی ناخن من همش پر خط خطه. اوکی. اصلا مادر من هم همینطور بوده، جنرالیست ما گفته که این مسئله حل نداره، تا حل نداره، ولی که من خوب یادمه که کی به شما گفته؟ اون روز برنامه شما رو میس کردم، شما داشتید آخر صحبت شما داشتید یه مسئله خط خط ناخن صحبت میکردید. ممکن خواهش کنم بفرمایید چرا حل داره؟ راه حلش بالا معمولا وقتی که روی ناخونای دست یه مقدار شیار داره، اولین علتش معمولا به خاطر اینه که غذا به درستی هضم و جذب نمیشه. همینطوره در مورد من؟ بله، احتمال زیاد شما وقتی که غذا میخورین معدتون باد میکنه، نفت میکنه. همینطوره. درسته، بله، یه مقدار گاز دارین، شاید احساس بادگلو دارین، اینا یه مقدار از علائمی هستش که غذا درست هضم نمیشه، من جمله مواد معدنی، من جمله کلسیم و مگنزیوم، و به راحتی قابل حله. باید مطمئن بشیم که چه نوع آنزیمی که معمولا اکثرا این هیدروکلوریک اسیدی که کمبود دارین، یعنی معمولا کمبود دارن اشخاص، و به راحتی این مسئله حل میشه. یعنی دارویی میدید که این هیدروکلوریک اسید داشته باشه؟ بله بله، یکی از آنزیمایی که ما داریم درش هیدروکلوریک اسید و چیزای دیگه داره که با هم دیگه ترکیب شده. البته ممکنه چیزای دیگه هم کمبود داشته باشین، یه مطالعه کوچولو روتون انجام بدیم، راحت این مسئله حل میشه. بله. ریزش مو هم دارین؟ بله. ریزش مو؟ بله، ما مرتب در میاد، هی ریزه در میاد، یعنی میریزه در میاد. بله بله، معمولا وقتی که این هیدروکلوریک اسید کم میشه ریزش مو بیشتر میشه، ناخونا اونجوری میشه، ویتامین B12، ویتامین D و اینجور چیزا یه مقدار تحلیل میره، انرژی مقدار کم میشه و یه مقدار علائم دیگه مثلا بلوتینگ میشه، حالت شکم میاد، نفت میکنه، گاز میده و اینجور چیزا، ولی به راحتی قابل حله. خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. برنامه کیمیا، بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر خوبم. سلام از بنده است، بفرمایید. من یه پرابلمی که پیدا کرده بودم این بودش که سوار این رولرکوستر هستن که توی مثل این ماجیک مانتین ها سوار اونا شدم، بعد از اینکه سوار اینا شدم، این اونجوری که متوجه شدیم این اینر لیکر مالت گوش این جا به جا شده. به بیمارستان هم رفتم، یه امارای ازم گرفتن. چی شد؟ سرگیجه اینا گرفتین یه مقدار بعد رفتین دکتر اینو بهتون گفتن، یا اینکه چه اتفاقی افتاد که متوجه این شدین؟ وقتی که اومدم بیرون دیدم که داشتم که درایو میکردم، دیدم که این حوله حالم داره به هم بخوره و اینا، همون حالت سرگیجه و حالت نازیه و تهوع این چیزا بود. آره، صبحش که بلند شدم دیدم همه چی داره میچرخه. همون. اوکی. با دوستام تماس گرفتم و بیمارستان که رفتیم ام آر آی گرفتن، اینا گفتن که این مایه داخل گوش جابجا شده. اوکی. یعنی به شما گفتن ورتیگو دارین؟ و خب بله، گفتن که جابجا شده، ولی گفتن که حدود 3 هفته اینا خوب میشه. اوکی. بعد از 3 هفته خوب نشد، اینا باز به دکتر رفتم و اینا گفتن 2 ماه اینا طول میکشه. بعد الان چند وقت میگذره از اون موقع؟ الان 3 ماهه و هنوز همون جوری یه کمی بهتر شدین؟ کمی بهتر شدم. اوکی. بعد ولی من الان نمیدونم که چه دکتر، این دکتری که رفتم دکتر گوش بود. اوکی. بعد یعنی به ENT رفتین دیگه؟
گوش و حلق و بینی؟ حلق و بینی رفتم، بله. اوکی. ولی چیزی که هست اونا خب فکر کنم نتونستن تشخیص بدن و اینا، چیزی هم به من ندادن غیر از یه مقدار داروی سرگیجه و اینا. اوکی. بعد خواستم این نظر شما چیه اینا، یا همچین چیزی شما قبلا باش مواجه بودین؟ بله بله. این چقدر طول میکشه؟ آیا دکتر گوش حلق و بینی من باید برم یا نیورولوژیست و جای دیگه؟ نمیدونم. نه معمولا این چیزا همون مربوط به ENT میشه، منتها یک رابطه بسیار مستقیم که معمولا اینو زیاد توجه میدن بین گوش میانی و کبد و کیسه صفرا هستش. حالا شما به من بفرمایید که آیا هیچ وقت مشکلی با کیسه صفرا داشتین و یا آیا غذاهای چرب و سرخ کردنی و آجیلالات و تعدیق و این چیزا زیاد میخورین؟ بله معمولی، نه زیاد نه کم. اون وقت فست فود و اینام زیاد میخورین؟ فست فود هم میخورم، بله. اوکی. یه مدتی شما به نظر من، بعد اولا به من بگین که غذا که میخورین بعد یا قبلش هنوز حالت تهوع رو میگیرین یا نه؟ نه اون حالت تهوع نه، الان چیزی که سرگیجه دارین هنوز شده بودم، ولی وقتی که سوار ماشین میشن و یک ساعت که رانندگی میکنن بله. داخل شهر نه، داره یه مقدار 10 دقیقه 15 دقیقه، ولی وارد هایوی که میشم یه حدود مثلا نیم ساعت رانندگی میکنن شروع میشه همون حالتهای بعد از اون جریان، مثل سیسیک میشین، حالت سیسیک بهتون دست میده. بله. مثل وقتی تو کشتی سوار میشین و یه مقدار بالا پایین میرین. البته من کشتی تو ایران کشتی سوار بودیم، یه بار سوار شدم که حالت حالبان خوردگی اینا. بله. داشتم. بله. شما یه کاری کنین، شما یه مدتی مصرف آبتون چقدره؟ مصرف آبم زیاد خوب نیست. بله. مصرف آبتون رو حتما زیاد کنین و یه مدتی این غذاهای جانک و فست فود و این سرخ کردنی و تعدیق و چیپس و آجیلالات و لبنیات رو قطع کنین. این کار رو انجام بدین، بعدم یه مقداری با غذاتون سرکه سیب یا لیمو قاطی کنین با آب بخورین، با غذا یا بی غذا در عرض روز. این چند تا کار رو انجام بدین. یه دارو هم ما داریم به نام برین لینکس که معمولاً به این حالت خیلی خیلی کمک میکنه. اون هم میتونین بگیرین، یه دو سه ماه این کار رو بکنین ببینین اوضاع چجوری میشه، به احتمال زیاد بهتر خواهین شد. به احتمال بهتر میشم، یاد یه خود من ترس از این داشتم که این پرمننت باشه. نه من فکر نمی کنم پرمننت باشه. نه عزیزم قابل حله، ولی این چند تا کاری که گفتم انجام بدین. اگر دوست داشتین اون فرمول برین لینکس ما رو هم میتونین بگیرین، اگه نه میتونین به هر حال یکی دو ماه این کارا رو بکنین، اگر باز بهتر نشد این فرمول برین لینکس ما رو بگیرین، ولی کمک میکنه بهتون اون فرمول. تماس میگیرم راجبش. باشه عزیزم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. خیلی ممنون. برنامه کیمیا بفرمایید. با درود به دکتر خوبان و خوبان. درود بر شما. و تشکر از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. سه تا مورد داشتم که توی ایران هستن، این سه مورد ما. یکی کلسترول بالا مال یه خانمی هستش. اوکی. بعد یه خانم دیگه هستش که ایشون پاهاشون ترک برمی‌داره و کف دستشون و شیر و لبنیات و سبزیجات و میوه‌ها اصلا نمیتونه معده‌شون نگه داره و بیرون روی شدید دارن. اوکی. و مورد سوم هم یه آقایی هستن 55 ساله و ایشون از دیابتی هستن ولی متفورمین میخورن و پاهایشون درد شدید داره، روی پاهاشون، روی دوتا پاهاشون درد شدید که نمیتونن بخوابن. یعنی کف پاشون؟ از زانو به پایین. بله. ایشون قرص کلسترول هم میخورن؟ والا خبر ندارم اینه. خب ببینین عزیزم، این خیلی بهتره. خیلی من اولا تشکر میکنم از اینکه اینقدر کر میکنین برای آدمای دور و برتون، ولی خیلی مهمه که من با خود شخص صحبت کنم، به خاطر اینکه یه سوالایی ممکنه لازم باشه بپرسم که دقیقاً شما جوابش رو ندونید. همه این اشخاص ایران هستن؟ بله متأسفانه همشون ایران یا خوشبختانه ایران هستن. و خیلی خوب ببینید، توی روی صفحه تلویزیون میبینید نوشته ایران یه شماره هست. بله بله. میتونن با اون شماره تماس بگیرن، یه مقدار خیلی زیاد این سوالات کلیدی ازشون انجام میشه، یه پرونده‌ای براشون تشکیل میشه، بعدن من اون موقع خیلی راحتم میتونم راهنمایی کنم و مکملای غذایی که لازمه بهشون بدیم. واسه هر سه مورد. بله. بله. دستتون درد نکنه. بله. خواهش میکنم. مرسی از تماستون عزیزم. خدا نگهدارت. برنامه کیمیا بفرمایید. الو. الو. جانم.
با دکتر خوبان کار داشتم. عزیزم خودم هستم در خدمت شما، شما روی ایر هستین، سوالتون رو مطرح کنیم. سلام آقای دکتر، من یه خانم 64 ساله هستم، وقتش قندم تقریبا 4 ماه پیش 105 بود. حالا پری روز یکی از دوستامون اونجا از اون فشار قندا رو که اندازه میگیرن با به نوک انگشتم زد و آخون رو گذاشت و دستگاه، یه دفعه گفت 302. اوکی. نگران شدم، خب ببینم این جریانش چیه چطوریه. شما ممکنه که یه غذایی خوردین اون موقع؟ آیا بلافاصله بعد از غذا بوده؟ نه آقای دکتر، اتفاقا چون شب میخواستیم فردا صبحش بریم خونه اون دوستمون و هیچی نخورده بودم، ناشتای رفتم. خیلی خوب. آیا در اون یکی دو ساعت قبلش چیزی نگرانتون کرده بود یا استرستون زیاد شده بود یا همین راهی که یه نیم ساعت راهی که رفتیم خونه دوستم؟ اوکی. اون موقع چه ساعتی بود در روز؟ تقریبا ساعت ده و نیم بود. ده و نیم شب؟ ده صبح. ده صبح بود. اون وقت شما شب قبلش غذا چی خورده بودین؟ غذا خوب خورده بودم دیگه. خوب یعنی چی؟ غذای خوب یعنی چی؟ پلو خورش دیم برنامه. آه، یعنی مفصل همچین پلو خورش اینا خورده بودین؟ دیگه. اوکی. اون وقت بعد از غذاتون بعد از اون دیگه چی میل کردین؟ آیا یه مقدار مثلا حله حوله یا چیزای شیرین، کیکی، چیز اینا نخوردین؟ یه شام نه. صبحش چی؟ صبح اون روز چی قبل از ساعت ده؟ ناشتای رفتم، اصلا ناشتای رفتم. ناشتا بودیم. خب بعد از اون دیگه این کارو تکرار نکردیم ببینین که آیا باز اونقدر بالا هست یا نه؟ نه دیگه نه. همین نگران شدم دو روز پیش این کارو کرد و همه منتظر بودم که این برنامه شما بشه از شما سوال کنه. خب من پیشنهاد میکنم یکی دو بار دیگه این کارو انجام بدیم ببینین چقدر هستش. آها. اون دستگاه اصلا درسته یا نه؟ بله، بعضی موقع میتونه، حالا ممکنه دقیق به شما نده ولی تا یه حد زیادی بله میتونه اکوریت باشه، منتها خب خیلی چیزای فالس هم میتونه به شما بده. اولا دوما بعضی موقع ممکنه شما یه چیزی خورده باشین قبلش و اینا یه مقدار نوسان پیدا بکنه. قند خون خیلی موقع نوسانای بالا پایین داره، ولی به نظر من دو بار این کارو بکنین، اگر که دیدین باز به همون اندازه بالا هست حتما به یه پزشک متخصص اندوکرینولوژیست رجوع بکنین که کاملا یه آزمایش خون ازتون بکنن که ببینن دقیقاً چیه. شما اضافه وزن و اینا هم دارین یا ندارین؟ چرا دارم. چرا اضافه وزن دارم؟ اضافه وزنتون بیشتر دور شکم و پهلوتونه؟ شکم و پا، از کمر به پایین کلا چاقم. کلسترولتون چطوره؟ کلسترولم هم تقریباً 40 تا اضافه است. اضافه است. خب یه مقدار شما باید روش زندگیتون رو یه تنظیمی بکنید از نظر غذا خوردن و این چیزا. شدیدم دارم دکتر. چی دارین؟ آرتروز. از کجا تماس میگیرین شما؟ من از فیلادلفیا. اوکی. من شما دو بار دیگه این تست رو انجام بدین. بله. بعد با من تماس بگیرین، من با خود مطب تماس بگیرین، من بیشتر راهنماییتون میکنم که قدم بعدی چی میتونه باشه براتون. مرسی دکتر. خواهش میکنم عزیزم. مرسی از تماس. خدا نگهدار. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. من چهار هفته پیش برای تست خون داشتم. بعد برای اولین بار بود دکتر زنگ زد که بیا، رفتم گفتش که ناراحتی کبد داری. اوکی. بعد به من گفتش که الکل میخوری یا اینکه، گفتم نه این اوکیشنلی اگر بشه. گفتش که الکل تو قطع کن و قرص لپیتوری هم که اون میده برای کلسترول هم لپیتور هم قطع کرد، چون گفت لپیتور این کارو میکنه که کبد و یعنی لیور رو خراب میکنه. بله. برای من یه تست دیگه دو مرتبه یک ماه بعد داد که من لیپتور رو قطع کردم، الکلم اصلا دیگه نخورده بودم و تمام غذاهای سبزیجات و میوه و اصولا این چیزا رو من همیشه میخورم و دو مرتبه زنگ زد گفت این دفعه انزیمای این کبد بالاتر رفته، بالاتر از دفعه قبل. بله. و این مشکل معلوم نیست چیه و من برای سی تی سکن فرستاده برای هفته دیگه. اوکی. بعد من میخواستم که ببینم شما چه نظری دارین روی این کلسترول بالا و اینی که این کبد چرا باید اینطوری شده باشه، شما چی فکر میکنین؟ والا دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه که کبد یک دفعه آنزیماش، اولا چقدر رفته بالا حدودا و کدوم آنزیماش بوده که رفته بالا، شما میدونین اینا رو؟ آخه به من نگفتش، من حتی بهش گفتم که میتونی یه ذره اکسپلین کنی، گفتش که
همین دیگه، فقط این انزیما رفته بالا. خب اون وقت چیزای دیگه خونتون اوکی بود؟ چقدر آزمایش ازتون کردن؟ آزمایش سی بی سی ساده بود یا آزمایش دیگه هم ازتون کردن دفعه دوم؟ میرم جان؟ آزمایش خون که همیشه میرم، یا آزمایش ساده خون که هر 6 ماه میرم. چند سالتونه شما؟ 58. بعد هیچ گونه مشکلی از قدیم نداشتین در مورد سلامتی یا سیستم دفاعی؟ اولین بار بودش که من مشکل جگر داشتم، اونم عاملش لیپیتوره. بله. بهم قبلا دکتر گفته بودش که این لیپیتور، و میدونستم که برای جگر، برای کبد ناجوره، و بلافاصله قطعش کرد. بله. ولی دو برسبه که فرستاد، میگم من اصلا از آقای سرخ شده و گوشت قرمز و اینا اصلا نمیخورم و کلسترول هم بالاست، به خاطر فقط ژنتیک هستش که بدنم میسازه. البته من با این طرز فکر زیاد 100% موافق نیستم. یه مقداری از نظر ژنتیک میتونه کلسترول بدن رو بیشتر چیز بشه، ولی با روش زندگی و با داروهای گیاهی راحت قابل کنترله. این در درجه اول. از شما همین سوال کنم که با داروهای گیاهی من میتونم کلسترول و کبدم رو درست بکنم با مشورت با شما؟ بله بله و بله. آه. البته کبدتون اول باید ببینیم چشه. همین اول باید ببینیم اول باید ببینیم کبدتون چشه. کبدتون اول باید مشخص بشه که مشکل کبد دقیقاً چی هستش. احتمالاً بعد از سیتی اسکنتون که اومد ممکنه پزشکتون بفرستن یه مقدار آزمایش خونایی بیشتر انجام بدین، یا یه کارهایی ممکنه از پس اون انجام بدین، یا شاید هم نه، به خاطر اینکه یه چیزایی رو میخوان رول اوت بکنن. این در درجه اول. ولی کبد، ببینین کبد یکی از اون عضوایی که خودش رو میتونه مرتب ترمیم کنه. ولی اگر ما هی بهش چیزای شیمیایی اضافه کنیم که کبد رو درست کنیم، اشتباه ترین کاره به نظر من. به خاطر اینکه کبد وقتی بهتر میشه که چیزای شیمیایی ازش کم بشه. و در مورد کلسترول، من در مدت این 20-25 سالی که بسیاری از اشخاص به ما رجوع کردن برای کلسترول، ما پرفکت رکورد داریم، یعنی رکوردمون کامل کامل نتایج مطلوب بوده. و من شخصا با داروهای شیمیایی برای کلسترول موافق نیستم. به هیچ کس هم نمیگم که نخوره یا بخوره یا قطع کنه یا نکنه، اون باید بین خودش و پزشک خودش باشه. ولی من باورم اینه که کلسترول وقتی که بالا میره علل مختلفی داره، مثل استرس، مثل موارد ژنتیکی، مثل تیروید، مثل قند خون، مثل فشار خون و سیگار و اینجور چیزا، و باز اونها و اضافه وزن، و باز اونها رو ما باید یه مقدار هی لایه به لایه بریم و ببینیم که چرا کلسترول میره بالا. چون دلیلی که کلسترول میره بالا اینه که بیا جون ما رو نجات بده. مثل تب که میره بالا، تب بالا علامت خوبی نیست، ولی تب لازمه برای اینکه بیاد محیط رو نامساعد بکنه برای این پاتوجن ها که بتونه این سوخت و ساز بدن بره بالا و اینها از بین برن. کلسترول بالا علامت خوبی نیست. بله. ولی یک پدیده بسیار لازم و ضروری برای حفظ و حراست و نجات ما هستش. بله. منتها جوری که علم پزشکی با این داره دیل میکنه اینه که میاد اون کلسترول رو باهاش میجنگه، با تب میجنگه، با درد و علامت میجنگه. بله. کاری که ما میکنیم، ما سعی میکنیم ریشه رو یه مقدار رسیدگی بکنیم. یعنی به جای اینکه بریم وقتی ببینیم یه جایی که مامور آتش نشانی خیلی زیاده که اومده آتش رو خاموش بکنه و علامت خوبی نیست وقتی ماموران آتش نشانی زیاد باشن، به جای اینکه بیایم بریم بزنیم تو کله ماموران آتش نشانی و اونا رو از بین ببریم، میریم کمکشون میکنیم و یه کاری میکنیم که احتیاج ما به ماموران آتش نشانی کمتر بشه، خودشون دیگه میرن کنار. این طریقه برخورده. ولی چون آنزیمای کبدتون من نمیدونم چقدر بالا بوده و به چه حدی بالا بوده، نظری نمیتونم بدم، ولی میتونم کمک بکنم که شما یه پاکسازی کبدی انجام بدین و بعد 100% برای کلسترولتون هم میتونم کمک کنم، ولی 100% تحت نظر پزشکتون و این راهی که فعلا در پیش گرفتین که یه تشخیصی داده بشه که علت چی هستش و خیلی چیزها رو میخوان رول اوت بکنن انجام بدین. در کنار اونم میتونین با ما در تماس بشین که من راهنماییتون کنم که چیکار کنین. چیزی که پیشنهادی دارین برای کبد که چه چیزایی خوبه؟ چون من میدونم انار و به اصطلاح میوه‌جات و سبزیجات و سالاد و آب زرشک و سیب و میوه‌جات و اینا میدونم اینا خوبن. بله، معمولا میوه‌جات و سبزیجاتی که رنگ قرمز دارن برای کبد خیلی بیشتر میتونن کمک بکنن. ولی اجازه بدین اول متوجه بشیم که مشکل شما چیه.
اجازه بدین تشخیص داده بشه، ببینیم اصلا چیه. من دوست دارم یه مقدار این جواب آزمایش خونتون رو ببینم، ببینم چه تستایی انجام شده، چه چیزایی انجام نشده. اون موقع من خیلی بیشتر میتونم راهنماییتون بکنم. ممکنه یه چیزایی به الان بهتون بگم که خیلی کلی باشه، ولی وقتی که مختص ببینیم مشکل شما چی، خیلی بیشتر بتونم راهنماییتون کنم. فکر می‌کنید چیزای خطرناکیه که این انزیما میره بالا؟ خطرناکه؟ من همیشه وقتی که اشخاص این سوال از من می‌کنن میگم من با کلمه خطر زیاد میونه‌ای ندارم. هر عکس العملی که از بدن نشون داده میشه یه دلیلی داره. باید ببینیم ریشه‌اش چیه و علتش چیه. 100% یه دلیلی داره که آنزیمای کبد شما رفتن بالا. بله. منتها خطرناک یا اونو من نمیتونم، من توی وکبلری من کلمه خطرناک من نمیدونم چجوری توجیهش بکنم، ولی به هر حال الان راهی که داریم میری راه درستی. اجازه بدین کتسکنم بکنم، نتیجه‌ش رو که گرفتین اگر دوست داشتین تماس بگیرین، من بیشتر میتونم در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم، مرسی. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. شب شما بخیر. برنامه کیمیا، بفرمایید. سلام. خسته نباشین. مرسی. الو. بله بفرمایید، سوالتون مطرح کنین عزیزم. مزاحمتون شدم. دکتر من برای دخترم زنگ میزنم، 27 سالشه و این از 6 سال پیش شروع شد موهاش به داشتن ریزش شدید. اوکی. و هرچی که به دکتر مراجعه میشد و اینا میگفتن که نمیدونیم، و بعد تشخیص دادن که کم خونی داره، آهن خونش پایینه. اوکی. و بهش اسلوفی دادن، قرصه رو میخورد ولی نتیجه مطلوبی نگرفت، همین جوری ریزش داشت تا بعد حامله شد، کاملا ریزش قطع شد، حتی در روز میشد که یک نخ مش هم ریزش نداشت و کاملا خوب شد. آزمایش های هورمونی هم داده بود، گفته بودن هیچی نیست. بعد از زایمانش، بعد از 3 ماه دوباره موها ریزش پیدا کرد. این دفعه وقتی که آزمایش دادن گفتن الان هورمونا نرماله، توی حاملگیش تمام این هورمونا به هم ریخته شده بوده، T4, T3, TSH همین این آزمایش هم شده. ولی هنوز ما نمیدونیم که این کمخونی میتونه عاملش باشه، ژنتیکه، یا اینکه واقعا مورد هورمونیه. بله. چرا وقتی که هورمونا بالانس نیست این موهاش نمیریزه توی حاملگی، بعدا شروع میکنه بریزش. و برای من سواله که اگر که بعضی ها میگن ممکنه ژنتیک باشه این، خب اگر ژنتیکه مگر ژن در زمان حاملگی تغییر میکنه که موهاش خوب میشه؟ و نمیدونیم باید چه کار کنیم. اولا که خیلی چیزا یک ریشه ژنتیک میتونه داشته باشه و شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست برای اینکه یه اتفاقی برای ما بیفته. این اولا. دوما اینکه به من بفرمایید بیشتر جلوی موهاش میریزه یا همه سر با همه؟ جلوی موهاش بیشتر. اگر جلوی موهاش، به احتمال خیلی زیاد هورمونیه. بله. به احتمال خیلی زیاد. بعد آیا موی زاید بدنش هم زیاده دخترتون؟ زیر چونش، از بعد از اینکه موهای سرش شروع شد بریزش، زیر چونش موهای زاید داره. به احتمال خیلی زیاد مشکل هورمونیه، ولی ممکنه توی تست آزمایش خون نشون نده به اون صورت، به خاطر اینکه گفتم، همیشه بارها من گفتم اینو، علم پزشکی تجهیزات تشخیصیش معمولا برای رنگ سیاهه و اگر سیاه نباشه میگن سفیده، ولی ما هزارها سایه خاکستری داریم که یه رنگ سفید به رنگ سیاه برسه، منتها تا به رنگ سیاه نرسه تشخیص داده نمیشه و یه مقدار از این نظر ممکنه احتمال خیلی قوی مشکل دختر شما هورمونیه. با تمام این اطلاعاتی که به من دادین به احتمال خیلی خیلی بالا مشکل هورمونیه. حتی پریودای نامرتب داره، یعنی یک ماه سر موقع هست، یه ماه نه. بله. با تاخیر 20 روز 30 روز ممکن خب. اصلا نشه. خب اینا تمام علائم اینی که هورموناش یه مقدار از بالانس خارج شده. ممکنه عرض کردم توی تست آزمایش خون نشون نده، ولی اکثرا چیز بعد جوش هم میزنه صورتش، چونه هاش و اینجور جاها؟ نه خیلی کم، شاید مثلا ماهی دو ماهی یه دونه جوش داشته باشه، ولی 7 سال پیش چرا؟ 7 سال پیش شدم صورتش زیاد جوش میزد. یه داروی استفاده که تراکتیف. نه دیگه، ببین همون 7 سال پیش بدن داشت به شما یه پیامی میداد، منتها شما رفتین زدین تو سرش اون پیامبرو، پیامی که اومده به شما بده که یک عدم توازن وجود داره، شما گرفتین زدین، یا اینکه بتونه زدین گفتین برو با این پرواکتیو و با این چیزایی که اصلا من باش موافق نیستم. آخه
دکتر متخصص، متخصص داخلی، پوست، مو، نمیدونم هر چیزی رو که فکر کنید مراجعه شد بهشون، ولی تشخیص این بود که آزمایش ها رو میدیدن میگفتن که یه مقدار آهن خونت پایین اسلوفی بخور. نه اسلوفی رو میخورد نتیجه نمیداد، میگفتن که خیلی خوب ممکنه هورمونا باشه، بعد هورمونا رو چک میکنن میگن که نه. بعد توی حاملگیش که اتفاقی هورمونا چک شد نمیدونست حاملن، آزمایش خون شده بود، بعد که زایمان داشت دید دوباره شروع شد بریختن، گفتن ممکنه هورمونم باشه. ولی خب حالا درمان چیه؟ درمان هیچی، یعنی دارو شروع نشد براش و نمیدونیم واقعا باید چه کار کنیم، چه دارویی باید استفاده کنه. حداقل اگر دوست داشتین تماس بگیرین با مطب، من فکر می‌کنم میتونم کمکشون کنم. حتما. با این اطلاعاتی که دادین من تقریبا قانع شدم که 100% مشکل دختر شما هورمونیه و از راه چیزای طبیعی خیلی راحت ما میتونیم کمکشون کنیم بدون اینکه هیچ گونه عارضه و عوارض جانبی داشته باشه، هم هورموناشون یه مقدار بالانس بشه و مرتب بشه. خیلی ممنون. کی میتونه تماس بگیره با مطب که شما باشین؟ خب همون لحظه که نمیتونن تماس بگیرن با من صحبت کنن، ولی با مطب که تماس بگیرن با بچهای مطب صحبت میکنم، براشون یه قرار مشاوره میذارم، من خدمتتون صحبت میکنم. از کجا تماس کجا هستن دخترتون؟ نهایتا ممنون هستم، خیلی زحمت بهتون دادم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خدا حافظ. تموم شد براتون جان؟ چشم. خب دوستان عزیز وقتمون تموم شد، تشکر میکنم از اینکه لطف کردین و به پای این برنامه نشستین. از کسانی که روی خطا هستین روی خطا باشین، خانم جاله تلفناتون رو میگیرن و به تک تک اونها رسیدگی خواهد شد. از آقای وارتان عزیزم برای کارگردانی فنی برنامه تشکر میکنم. برنامه های کیمیا روسای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستش و تکرار این برنامه ها فردای اون روز یعنی سه شنبه ها و جمعه ها ساعت 7 بامداد. برنامه های علمی عرفانی شفا روزهای چهارشنبه ساعت 11 صبح، تکرارش چهارشنبه ها ساعت 8 شب و باز یک شنبه ها ساعت 12 ظهر برنامه شفا به وقت لس آنجلس در خدمت شما عزیزان است. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روز افزون دارم. خدا نگهدار.